یک مسلمان فرانسوی پس از اینکه به خاطر خواندن نماز از کار خود به عنوان راننده اتوبوس های فرودگاه شارل دوگل شمال پاریس اخراج شد منتظر رسیدگی به دادخواستش است. سیوین جایز وکیل راننده گفته که موکل وی به دلایل امنیتی مرتبط با پیشرفت پرونده خود از نام مستعار انیس استفاده می کند و در جریان رسیدگی به دادخواست قادر به مصاحبه مطبوعاتی نیست درباره شرایط این پرونده جویز توضیح داد که موکلش مدت زیادی به عنوان راننده در اتوبوس هایی که برای انتقال کارمندان ایر فرانس به فرودگاه شارل دوگل کار کرده بودند کار می کرد. جویز گفت برخلاف ادعای رئیس پلیس مبنی بر اینکه انیس تهدیدی برای امنیت محسوب می شود همکارانش از بین کارگران فرودگاه گفتند که او یک مسلمان عادی است که به تکالیف دینی خود عمل می کند و هیچ تهدیدی شمارده نمی شود. به گفته جایز رئیس پلیس ادعا می کند که اقامه نماز به شکل هر روز که یک تکلیف دینی است تهدیدی برای سلامت عمومی ایجاد می کند علاوه بر اینکه نماز و اسلام را به تروریسم مرتبط کرد و این نشانه آشکار اسلام حراسی است او با بیان اینکه اتفاق مذکور می تواند ناشی از جهل نسبت به اسلام و اتخاذ مواضع نجات پرستانه باشد گفت نهادهای اداری در فرانسه این باور را دارند که یک مسلمان تهدیدی برای عامه مردم است. تقریبا 6 میلیون مسلمان در فرانسه زندگی می کنند که بیشتر آنها از نژاد آفریقای شمالی هستند. فشار بر مسلمانان در فرانسه از زمانی شدت گرفت که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در دوم اکتبر سال 2020 میلادی لایحه‌ای را که وی جدایی طلبی اسلامی نامید ارائه داد و بعدا نام آن را به اصول ارتقای احترام به قوانین جمهوری فرانسه تغییر داد با وجود انتقادهای سازمان ملل، جامعه بین المللی و مدافعان حقوق بشری به این قانون، حالا قرار است مجلس سنای فرانسه نیز در اواخر مارس به آن رای دهد.